چه فعالیت هایی کردید که ادعا کردید؟ آقای لایق دوتا کارشو گفت. منم گفتم منم بلبل سرگشتره اجرا کردم در اینجا. من تا اون زمان این دوتا رو اصلا نمیشناختم که کیم. اینم یکیش که لاغرندام بود، گفت که بلبل سرگشته از کجا گیر آوردی؟ گفتم تو مجله نمایش مال سال 35. و میدونی نوشته که؟ گفتم بله، آقای علی نصیریان. گفت من هستم. گفت منو گفتم خیلی خوشوقتم. گفت خب اینه که اجرا کردی، چجوری اجرا کردی؟ میتونم من ببینم؟ گفتم آلبومش هست. من آلبومو بردم، رفتم منزل آلبومو بردم نشونش دادم. وقتی که آلبومو دید چشمش به دکور که افتاد، گفت این دکور برای من آشناست. این دکورو چجوری گیر آوردی؟ چی کار کرده برم؟ گفتم من آقای عباس جوانمرد اومد شیراز، نمایشنامه بلبل سرگشته رو اجرا کرد. من میرفتم پشت صحنه کمک میدادم به اینا، چون عاشق این کار بودم. بعد از دکور خوشم اومده بود. طرح این دکور خیلی زیبا بود. تمام این دکور تو هم تا میشد، مثل کتاب که بسته میشدم، لولا بودم. گفتم این طرح دکورتون خیلی زیباست، من اینو هیچ جا ندیدم، حتی در تئاتر سعدی هم که کار کردیم این فرمو ندیدم. تئاتر که تمام شد، آقای عباس جوانمرد اون دکور به من هدیه کرد. خب این دکور برای خودت. منم تو تئاتر سعدی اون دکور رو نگه داشتم، با آقای مظلوم گفتم آقای مال منه، ولی اینجا باشی. بعد همون رو استفاده کردیم، بردیم تو مدرسه شاپور که بازیگران ما تو همون دکور بازی کردن. اینا دیگه از اون آقا بود. اون آقا خودشو معرفی کرد، آقای عزت‌الله انتظام. بعد که دیدن ما عاشق کاریم و داریم فعالیت میکنیم، گفتن خب عزیزانو شما چی میخواد از وزارتخونه، چی میخواد؟ خب هر کدام یه چیزی گفتیم. لایق اون مکان میخوام. من گفتم هم مکان میخوام، هم آموزش میخوام، هم میخوام این گروهمون بیشتر برنجلو بیشتر کار کنه.